سلام، شنبه 11 خرداد 98 1 ژوئن 2019 میلادی. امیر سالار داوودی، وکیل حقوق بشر، وکیلی که چندین بار پرونده شهروندان بهایی رو به عهده گرفته، به 30 سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده 134 15 سال حبس رو باید تحمل کنه. اتهامات این وکیل به گفته همسرش که او هم وکیل هست، تشکیل کانال تلگرامی است، مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکاست با عنوان همکاری با دول متخاصم، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام و مواردی از این قبیل. ضمناً او تصمیم گرفته مثل خانم نسرین ستوده به این حکم در مهلت مقرر 21 روز اعتراض نکنه. محکوم کردن وکلای دادگستری که مدافع حقوق موکلین خودشون هستند در جمهوری اسلامی بارها و بارها اتفاق افتاد و موضوعی که در دنیا بی نظیره و اکنون ابعاد بزرگتری پیدا کرده. محکوم کردن یک وکیل دادگستری به 30 سال زندان، اون هم با اتهاماتی چنین پیش پا افتاده و مسخره، نشون دهنده عزم حکومت برای اینکه نشون بده قوه قضاییه در ایران تنها و تنها بازیچه دست قدرتمداران. نرگس محمدی، زندانی سیاسی سرشناس، هم که با عمل جراحی به زندان برگردانده شد بدون اینکه دوره نقاهت رو در بیمارستان طی بکنه به دلیل در اختیار نگذاشتن داروهای آنتیبیوتیک، دچار عفونت شده و با توجه به پیشینه ی آمبولی ریه جان او در خطره. محمد رضا خاتمی هم که روانه دادگاه شده به دلیل اینکه اعلام کرده بود در انتخابات سال 88 8 میلیون تقلب شده، محاکمش کماکان ادامه داره. آقای خاتمی عنوان کرد که در سال 88 نه در صندوق‌های رأی بلکه در اتاق تجمیع آراء وزارت کشور عدد سازی شد و جمعیت رأی دهنده را هم 8 میلیون اضافه کردند. او ضمناً خواستار این شده که آقایان قاسم سلیمانی، محسن رضایی، باقر قالیباف، علی شمخانی و علی لاریجانی و مصطفی پور محمدی هم به دادگاه احضار بشن و در خصوص مسئله تقلب در سال 88 از اونها توضیح خواسته بشه. در سال 88 به درستی مخالفین مطرح کردند که در واقع تمام رأی مردم اون شب شمارش کنار گذاشته شد، صندوق ها اصلا بسیاری هنوز در استان های مثل خوزستان به تهران نرسیده بودند که عدد سازی شد و اعداد استان ها و شهرها اعلام شد. نهایتا هم آقای احمدی نژاد رو برنده اعلام کردند با 63% آرا، در حالی که همینطور که آقای محمد رضا خاتمی هم میگه 8 میلیون هم به اصلا تعداد آرا اضافه کردند و یکی از بزرگترین و رسواترین تقلب‌های انتخاباتی به این ترتیب رقم خورد. اعتراضات کاندیداهای مقابل، آقای موسوی و کروبی، و اعتراضات مردم نهایتاً حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو طی 1 دهه به دنبال داشته.
در مکه بعد از دو اجلاس شورای همکاری خلیج فارس و سران کشورهای عرب، اتحادیه عرب، کنفرانس اسلامی هم برگزار شد و در این اجلاس هم کشورهای اسلامی از ریاض در مقابل تهران حمایت کردند و همچنین از فلسطین هم حمایت کردند و به گفته آقای عادل جبیر بعد از کنفرانس خواسته اونها این است که جمهوری اسلامی یک کشور باشه و نه یک انقلاب. در همین اجلاس آقای السیسی رئیس جمهور مصر حملات تندی به ایران کرده در خصوص تروریسم و کمک به حوثی ها. بر صورت ابتکارات عربستان در برگزاری سه اجلاس در سطح سران در مکه در روزهای پایانی ماه رمضان با قطعنامه های تند و تیزی علیه تهران مواجه شد که در واقع کاملا انزوای سیاسی رو برای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی به دنبال داره. شاید جز آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق که اون هم تلویحی خواستار دوستی و همسایگی با ایران شد، هیچ کشور دیگری حاضر به دفاع از جمهوری اسلامی در این اجلاس نشد و به این ترتیب دیپلماسی ناموفق، ماجراجویی ها و شرارت های منطقه‌ای و پشتیبانی از سازمان های تروریستی و قاچاق مواد مخدر و ده ها کار دیگر کار جمهوری اسلامی رو به انزوای کامل کشوند. اما جناب حسن نصرالله شاید به از زمره پشتیبانان جمهوری اسلامی فقط باید محسوب بشه و ایشون هشدار به امریکا داده که اگر جنگی با ایران درگیر بشه اسرائیل و عربستان در امان نخواهند بود. با امید پیروزی ایران و ایرانی